بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در دعای روز دوشنبه اینطوری خطاب می‌فرمایند به خداوند تبارک و تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسالک قوتا فی عبادتک و تبصرا فی کتابک و فهما فی حکمک. این قوه بعد از قوه و توان بعد از توان همراه با نقش خوانی و عمیق شدن در کتاب برای اینکه این برنامه به اهداف خودش برسه. بعد تو ادامه میفرمایند که اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلا و صراط الزائلا و محمدا صلی الله علیه و آله عنا مولیا. خب قرآن و صراط و وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، اینا همون سه تا محوری هن که به انسان کمک میکنن تا مسیرشو به درستی بره. قرآن که میشه خود نقشه، صراط میشه اون جهت مثل قطب نما، قطب نمایی که دائما با اون نقشه رو چک میکنید، و وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام میشن اون دستورالعمل جزئی و مصداق عینی کتاب. خیلی جالبه، هم نقشه داریم، هم قطب نما داریم، هم یه نمونه عینی که مسیر رو قبلا رفته و شما از جای پای اون میتونید مسیر رو برید. چقدر این ستا واژه در کنار همدیگه بزرگ و مهمه. این که آدم هم نقشه داشته باشه یعنی قرآن، هم قطب نمایی که صراط و جهت رو تعیین میکنه، هم یه کسی که این راه رو قبلا رفته و به واسطه پیروی او که پامونو میذاریم جای پاهاش، ما هم میتونیم این مسیر رو بریم. پس دوشنبه ها روز نقش خوانی مجدد، روز برنامه ریزی و چک کردن مجدد برنامه بر اساس نقشه. هر روز باید یه دوشنبه ای تو خودش داشته باشه، هر روز باید این نقشه خوانی باشه، و البته دوشنبه ها روز کلاس این موضوعه. یعنی اگه قرار باشه برنامه ریزی بکنیم، باید بگیم آقا دوشنبه ها روز نقشه خوانیه، دوشنبه ها دور هم دیگه جمع بشین نقشه خوانی بکنید و برای این کار در زندگیتون برنامه بریزید. و البته برای اینکه بتونید نقشه خوانی کنید، باید قرآن تو برنامه زندگی آدم باشه، با سیره پیامبر آشنا باشه، و مهمترین قوانین خدا که حکم قطب نما رو دارن انسان در زندگیش بشناسه. دوشنبه ها خیلی روز خوبیه برای عمیق شدن، برای تدبر کردن، برای اندیشیدن و فکر کردن. دوشنبه ها روز تمرین این موضوع، و انشالله به برکت دوشنبه ها این برای همیشه در برنامه ریزه های روزانمون، هفتگیمون، ماهانمون، سالیانمون و در تمام عمرمون انشالله جاری میشه. دوشنبه دار باشید انشالله به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها.